کاه و کلش، سرمایه‌ای که میسوزه و دودش به چشم همه میره. دودش ابتدا تو چشم کشاورز میره. این خاک زمین شما هست، نگاه، دقیقاً خاکستره دیگه، خاک نیست. یک سانتیمتر مکعب خاک نزدیک به جمعیت کره زمین میکرو مفید فقط داره. آتشی که این فصل در اکثر نقاط ایران برپا میشه، روزگار نه تنها خاک بلکه پرندگان و حشرات رو هم سیاه کرده. با آتش زدن کاکلش میلیون ها حشره در هکتار از بین میره. حشراتی که همشون غذای اصلی پرندگان هستن و متاسفانه این یعنی برهم خوردن چرخه حیات. از خاک و پرنده و حشره که بگذریم، از جان انسان ها نمیشه گذشت. این آتش خانمانسوز نفس آدم ها رو هم به شماره انداخته. در یک هکتار گندم حداقل بقایا 4 تن بقایا داریم. سالانه در استان فارس حدود 4 میلیون تن بقایا تولید میشه. بخش زیادی از این سرمایه یا دود میشه و یا به عنوان ضایعات از چرخه تولید خارج میشه. دولت باید به میدون بیاد، کاه و کلش رو به صورت تضمینی از مردم بخره. ارزانی کاه و فرصت کم بین دو کشت عاملی برای آتش زدن. کاه و کلش قدر ارزونه که اصلا نمیصرفه ما جمعش کنیم. کلش گندم با ارزشه، چرا ما باید آتیش بزنیم؟ در صنایع کاغذسازی، در تولید کمپوست، در خوراک دام، به شرطی که ما رو فراوریش هم کار بکنیم. اما اون روی سکه، اگر آموزش کشاورز، سرمایه و همت مسئولین در یک مسیر قرار بگیره، این آتش رو میشه مهار کرد. نمونش کارخانه تولید کمپوست در مرودشت که از کاه و کلش سالی 20,000 تن کمپوست قارچ تولید میکنه. ما کاه و کلش از کشاورزارا خریداری میکنیم، تبدیل میکنیم به کمپوست و کل جنوب کشور پوشش میدیم. از زمانی که این کمپوست در شهرستان تهیه شده و عرضه میشه، در مزارع قارچ هم از نظر کمی و کیفی تولید خیلی عالی شده و خیلی خوب شده. اینجا واقعا از کاه کوه ساخته شده، کوهی که میشه از دل اون سرسبزی، سلامتی و ثروت استخراج کرد. محمد حق‌پرست، خبرگزاری صدا و سیما، مرودشت.